احوال چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ رو به راهین؟ ببین من آمدم خیلی فوری فوتی نکته رو بگم. اولا که من تو ماشینم همه جای ماشینم کامرا دارم، جلو، پشت، عقب، تو، بیرون، سو، هر مکالمه‌ای که تو ماشین دارم کامراها دارن ضبط میکنم. از جمله این، برابر این نگران رانندگی و صحبت کردن من نباشین، برای اینکه من اگر اینجا یکی نشسته بود بازم همینقدر باهاش صحبت میکردم. سو اینجوری نیست که من با شما همش بخوام آی کانتاکت داشته باشم. خیلی وقتام که این برنگام کنم دارم ماشینا رو چک میکنم، تور نگاه نمیکنم، خودم نگاه نمیکنم. این از این گفتم بگم یه سری نگران هایی وجود دارن که گفتم نه ادرس کنم. چرا یه پلیس منو دید دوربینم دید رد شد رفت بهم خندید. خب اصلا مشکلی وجود نداره. حالا درس رو. یه چیزی که میخوام بهتون بگم، امروز یه لایو داشتم، حالا تازگی تونتون میام تو لایو صحبت میکنم. امروز یه لایو داشتم، بعد توی لایو یه بحثی پیش اومد، یه آقایی اومد که گفتش که من تو امریکا زندگی میکنم، برم ایران زن بگیرم، این بر زن بگیرم، اون کارو بکنم، که من گفتم مثلا این الفاظ درست نیست، میتونی بگی من کجا ازدواج کنم. حالا بماند، اونش بماند. ولی یه بحثی پیش اومد که من اعتقادم به اینه که اگه کسی بیشتر از توی سالهاست داره خارج از ایران زندگی میکنه، چه زن چه مرد هیچ فرق نمیکنه. اینی که پاشه بره چیز ایران و ازدواج بکنه، این یه کار اشتباهیه، خیلی هم کار اشتباهیه و دلایل خاص خودم دارم بهتون میگم. اونجا که من اینو گفتم یه سری آدم شروع کردن که چرا اینو داری میگی فلان، مگه ما چمونه؟ مسئله نیست که شما چتونه یا من چمه، مسئله اینجاست که اشتباه این کار. دلیل اول اصلش اینه که انقدر قسمت های چیز از نظر کالچوری و فرهنگی آدم ها شاخه های متفاوتی هم، وقتی تو پا میشی میای مهاجرت میکنی 3-4 سال طول میکشه که خودتو عجاز کنی. حالا تو فکر کن مهاجرت و زندگی مشترک رو میذاری رو کله هم، تازه on top of that مشکلات اینتراکشنات با آدم های دیگر هم داری. خب معلومه اون زندگی خیلی وقتا به هیچ جایی نمیرسه. قبلانا که فاصله فرهنگی و میخوام بهتون بگم معیارهای فرهنگی ایران و خارج از ایران فاصلهش با هم کمتر بود، این اتفاق کمتر میافتاد، مثلا چند 20 سال 30 سال پیش، ولی الان خیلی زیاد شده. خیلی من نمیگم شما آدمایی که ایران هستن مهاجرت نکنن، ولی من میگم مهاجرت به خاطر ازدواج کار فوق العاده اشتباهیه. این از کجا دارم میگم بچه ها؟ قریب شاید بهتون بگم تقریبا 100% کلاینت های من که با ازدواج اومدن یا ازدواج کردونیدن یکی رو آوردن پشیمونن. 100% میگن یعنی این مشکلات که ما الان داریم تو بچه داری، تو ازدواج، تو به خصوص اونا که تو 3-4 سال گذشته این کار کردن، این کار اشتباه. حالا اینو من میفهمم که یکی که میخواد ازدواج کنه بیاد میگه خب من یه گرین کارتی میگیرم، یه پیاری میگیرم، من اینو قسمتشو میفهمم، اونجا من نیستم که جاش کنم، ولی این کار اشتباهیه، منم که دارم میبینم اشتباه. اما یه چیز دیگه هم بهتون بگم، یه خانم اونجا برگشت بهم گفت خودت چطوری با خارجی ازدواج کردی؟ اصلا چه ربطی داره؟ مگه من با همسرم ازدواج کردم اومدم اینجا؟ من اینجا بودم، سالها داشتم زندگی میکردم، با اون آشنا شدم، من آردی مرچ شده بودم. این خیلی فرق میکنه با اینی که تو بری بگی بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم، بعد بری توی یه ارتباطی که انقدرم توش مکافات باشه. من گفتم یه بهتون بگم، بهش فکر کنید، با تعصب نگاه نکنید، تکلیف زندگیتون رو بدونید. اگه خارج از ایرانی میخواین ازدواج کنین، اگه منی که خارج از ایرانم هنوز نتونستم با جامعه خودم انقدر ارتباط بذارم که توش با آدمی آشنا بشم که باهاش ازدواج کنم، چطور ممکنه یکی که اصلا اون ارتباطم وضعیتش انقدرم خرابه که اصلا نمیدونه تو این جامعه داره چه اتفاقاتی میفته، میدونی؟ از رانندگیش، از هیچیش نمیدونه، بعد میخواد بیاد، بعد بیاد با من. حالا دچار شوک مهاجرت میشه، با آدمای جدید، زبان جدید، اتفاقات جدید، سیستم مالی جدید، سیستم زندگی جدید، همه، بعد تازه آن تاپ آف ات رو کله همه اونا تو ازدواج هم هست با یه آدمی که اصلا استاندارداش با اون فرق میکنه. یه مدل تنها چیز مشترک چیه؟ یه پس زمینه فرهنگی، یه چیزایی از مذهب که اینجا همه ادویه خورده عوض شده، به زبان مشترک دست دیگه. آخه چی هست؟ این اشتباهه. اگه میتونین بیاین خارج از ایران،
زندگی کنین بعد ازدواج کنین، that's another thing، نه با اون آدم، خودتون مستقل خودتون رو پیدا کنین. ببین من اینو فهمیدم به عنوان یکی که مهاجرت کردم بعد ازدواج کردم، من اومدم اینجا خودم پیدا کردم بعد ازدواج کردم. به نظر من با تجربه که من با کانتا هم داشتم این کار اشتباه. الان به خصوص بازم میگم تو این چند سال گذشته و با تمام اتفاقاتی که داره توی ایران و میفته و با این گپ فرهنگی، گپ طرز فکر، این شکاف طرز فکر، این شکاف خیلی شکاف عجیب و غریبیه. پر کردنش اینجوری نیستش که من بیام ازدواج کنم بعد بگم هر چی گفت، بعد بیام ببینم ایوا اینجا حق حقوق من چقدر بیشتره، بعد بذارم به کاسه همه چی. خلاص از این قصه ها. حالا میخوام به تو یه چیزی بگم، تو به من بگو تو چه تجربه ای داری، تو چی میدونی، برام بنویس تجربه تو چی، از دور و بریات، از خودت، زودتر، دیرتر، قبلتر. خیلی دوست دارم بدونم نظر شما هارم، شما ها چی فکر میکنید. این این چیزی که من دارم با پاینت هم کار میکنم و با آدم های دور و برم میدونم. شما بگید تجربتون چیه، خوشحال میشم بشنم. مثلا همین دیگه، خیلی کارتا که فست و مینایی بود، برای اینکه من کل مسیرم 9 دقیقه بیشتر نیست، ولی واقعا فکر کردم بیام راجبش صحبت کنم، بازم میام صحبت میکنم، اصلا تو لایو هم میخوام صحبت کنم، بازم راجبش صحبت میکنم. خیلی مهمه که اینو بدونیم و همین بردارین جارو. آقا موضوع خودتون باشین، به قول گفتنی چی، عزت زیاد، خدافظ.